سلام و درود خدمت دوستان عزیز، سام سروبی هستم با یک لایو ویژه درباره زبان و حکمت دورشاسترا. البته من یک فیلم خلاصه‌ای درباره حکمت دورشاسترا در یوتیوب برای شما گذاشتم، اما امروز لازم دونستم یک لایو کوتاهی رو بذارم و توضیحاتی رو درباره این زبان بدم. این زبان که جزو زبان‌های کانلانگ محسوب میشه، زبانی است تخصصی برای آموزش دادن یک سری از حکمت‌ها. دورشاسترا به معنای دورشا به معنای درخشان است و استارا به معنای ستاره است. دورشاسترا یعنی ستاره درخشان. تو گویی این زبان از ستاره درخشان آمده است. اما در این زبان یکی از مباحثی رو که بهش پرداخته میشه در حکمت دورشاسترا، بحث ملاقات کردن با توم یا دوقلوهای آسمانی هستش که ما داریم. همینطور که میدونید در بسیاری از ادیان قدیمی همچون ادیان مانوی و انشعاباتی که از اون ادیان بوده، اعتقاد بر این بوده که ما دوقلوهایی رو داریم که سطح آگاهی اون دوقلوها از ما بالاتر و برتر هست و ما می توانیم با آن دوقلوها یا با آن همزادها ملاقات داشته باشیم. البته بیشتر بحث یک همزاد و یک دوقلو است. در بعضی از مکاتب دیگر بحث تعداد بیشتری از این دوقلوها هست و مطرح میشه. اما در حکمت دورشاسترا ما غیر از اینکه دوقلوهای آسمانی و برتری رو داریم، دوقلوهایی رو داریم که در سطح خودمون دارن زندگیشون رو میگذرونن و در واقع سطحی پایین‌تر از این هم داریم، یعنی دوقلوهایی داریم که در جهانهای پست و پایین دارن زندگی میکنن و امکان ملاقات کردن با هر کدوم از این دوقلوها یا همزادها میسر هست. در یک دایره‌ای نشون داده میشه که این دایره که در مرکز این دایره من حقیقی ما قرار گرفته که اصطلاحاً در دورشاسترا به او ست مشکا میگویند. ست یعنی حقیقت و مشکا به معنای من هست. ست مشکا یا من حقیقی که در اون مرکز قرار گرفته، از درون خودش انشعاباتی رو که بی نهایت هستند به اطراف اون دایره یا اون زهدان متسع میکنه، در واقع پرتو افکنی میکنه و این پرتوهای مختلف هر کدامشان همچون خوابی هستند که ما میتوانیم در یکی از آنها بیدار شویم. در واقع وقتی ما داریم خواب میبینیم، در یکی از این شعاعهاست که ما بیدار میشیم. شاید شما خواب ببینید که یک خانه‌ای دارید، مستقلاتی دارید، فرزندی دارید، خانواده‌ای دارید و توی اون خواب واقعا احساس نکنید که دارید خواب میبینید. با تمام وجودتون احساس بکنین که اون غیر از واقعیت چیزی نیست. که همینطور هم از وقتی ما خواب میبینیم، هیچ وقت در اون لحظه که داریم خواب میبینیم متوجه نیستیم که این یک شعاع دیگری است به موازات این شعاعی که داریم توش زندگی میکنیم، مگر اینکه رویابینی آگاهانه یاد بگیریم که در حکمت دورشاسترا البته به این قضیه هم رسیدگی خواهد کرد. گاهی اوقات خوابهای روحانی میبینیم، در خواب شخصیت روحانی و برجسته‌ای داریم و بالایی داریم. اینجا موفق شدیم از نظر حکمت دورشاسترا در شعاعی بالاتر یا اشعه‌ای بالاتر از احتمالات وجود ما در این دایره قرار بگیریم. و گاهی اوقات خوابهای بسیار پستی میبینیم که اعمال شیطانی داریم انجام میدیم یا اعمال شیطانی بر سر ما میاد یا در یک فاز بد یا در یک شعاع بدی قرار گرفتیم و اونجاست که ما در جهانهای پایین که به موازات همین جهان هستند زنده میشیم و بیدار میشیم. در واقع خواب میبینیم اما توی اون بیدار میشیم و اون لحظه متوجه نیستیم، مگر اینکه ما بتوانیم به صورت آگاهانه رویابینی بکنیم که بتونیم به همه این جهانها واقف باشیم، که البته باید سطح آگاهیمون بالا باشه که به این حد برسیم و اون چیزیست که دورشاسترا میخواد در حکمتش آموزش بده. این دایره در ساعت 12 این دایره از مرکز
یک اشعه تابیده، یک نوری تابیده و دقیقاً رأس ساعت 12 بالاترین من و حقیقی ترین من و محتمل ترین من به این که بتواند قفل این زندان را بشکند زندگی می کند. اما او هم هنوز نتوانسته از این زهدان یا از این گردانه خارج بشود. هرچقدر که از ساعت 12 به سمت پایین میایم، خوابها و زندگی‌های موازی که به موازات همین زندگی وجود دارند هستند و حضور دارند که بی‌نهایت هستند. اما تا جایی که اینها سطح اولشون رو تمام می‌کنند، که در واقع سطح اول رو بهش میگن سطح ایشرا، یا کسی که در اونجا وجود داره ایشراته هستش. ایشراته یعنی کسی که به آگاهی و روشن شدگی رسیده، ایشراته شده، آگاه شده. منهای آگاه در اون در واقع میشه گفت طیف زندگی میکنن. هر چقدر که از ساعت 12 به سمت پایین میایم و کم کم رد میشیم از ساعت 3 و داریم میایم پایین تر، به منهایی که سطح ارتعاششون پایین تره، رنجهاشون بیشتره، دلبستگیهاشون بیشتره، طمع، خشم، وابستگی، خودپرستی و اینجور چیزاشون بیشتره، نزدیکتر میشیم و دیگه اون سطح ایشراته تمام میشه و ما در واقع میرسیم به سطح راج. سطح راج بعد از سطح راج که ما به احتمال قوی همه ما که داریم در این دنیا زندگی میکنیم، در این آگاهی که ما هستیم، اکثر ما در سطح راج داریم زندگی میکنیم و مطمئناً اون من روحانی رو که در رویا گاهی اوقات ملاقاتش میکنیم یه مقداری بعید و سخت هستش، مگر اینکه ما تذهیب نفس داشته باشیم و پاکسازی بکنیم، پاکسازی چاکراها رو انجام بدیم و و و چیزهای دیگه که در دورشاسترا گفته میشه. اما وقتی که میایم از اون سطح پایین تر و دیگه از نیم یه مقداری از 40 دقیقه دیگه کم کم عبور میکنیم، دیگه وارد تم میشیم. تم اون سطحی هستش که پایین ترین سطح موجوده. تمچاو یعنی بدترین سطحیه که ما در اون هستیم و منهای شیطانی اونجا هستن. در واقع میشه گفتش که اونجاست که دیگه انواع و اقسام فسق و فجور و رویاهای بسیار پست و شیطانی در اون دیده میشه و در واقع شما در یکی از اون عوالم بیدار میشید گاهی اوقات. خب ما هرچقدر که روحمون رو پاکتر بکنیم، هنگامی که خواب میبینیم میتوانیم در دنیای ایشراته یا در دنیاهای ایشراته و احتمالات ایشراته زندگی بکنیم. همین الان که من شما اینجا نشستیم، منهای دیگر ما به موازات که بی نهایت هستن، خانواده هایی دارند، اون آرمان ها و آرزوهایی که همه شما الان اینجا دارین، همه اوندا رو تو اون ایشراته دارن، در اون بهشت ها یا در اون جنت ها دارن زندگی میکنن و ما میتونیم با تذهیب نفس در رویا به اونها برسیم. اما میتونیم برعکس با کم کردن در واقع اون صبر و شکیبایی و ناشکری و کارهای بد خودمون رو به سمت تم برسونیم و تمچاو بشیم و بسیار بسیار در جایگاه بدی قرار بگیریم و تا جایی که حتی زندگی روزمره ما رو هم تغییر بده و سطح آگاهی خودمون در این زندگی به سمت تمچاو بره. گرچه من به شما گفتم ما همه در سطح راج هستیم، اما امیدوار هستم که بتونیم بریم به سمت ایشراته. ولی خب خیلی هستن که در همین ساعت دارن با ما زندگی میکنن، ولی اونا تو رویای دیگه شون اینجا بیدار شدن، در رویای قتل، در رویای جنایت، در رویای خودکامگی و ظلم. اما کسانی هم هستن که در همین دنیا در درجات بالاتر ایشراته از خواب بیدار شدن. در واقع شاید اون منها هم دارن خواب اینجا رو میبینن. داستان کنفوسیوس، پروانه ای از خواب، در واقع کنفوسیوس از خواب برخاست و گفت من پروانه ای هم که خواب میبینم کنفوسیوس هم، یا کنفوسیوس هم که خواب دیدم پروانه هم. در واقع ما همه این احتمالات هستیم، اما هیچ کدوم از این احتمالات اون در واقع ست ماشکا یا اون من اصلی که در مرکز قرار داره نمیشه و در واقع در نهایت تمام این شعاها باید برگردن تو اون من حقیقی و این دایره باید بشکنه و من حقیقی خودش رو وصل بکنه به منهای دیگر. اون منها هم بترکن، در واقع اون حباب هم بترکن و همه آزاد بشن و به اون انرژی اصلی که ست نمکار
بهش میگن یا ستنم بهش میگن به اون برسم. ستکارنم در واقع، ستکار به معنای کسی که کارش حقیقته و نامش در واقع ستکار هست، ستکارنم یا ستکار یا ست اون حقیقت برسم. اما یه چیز جالب، ما در مورد این که چگونه میتونیم، حالا گفتیم ملاقات با دوقلوها، دقیقا صحبتی که میخواستیم بکنیم بعد از این که این حرف رو زدم این بودش که اتفاقا این احتمال رو در حکمت دورشاستران میده که ما بتوانیم با اعمال خوبی که انجام میدیم، نه اینکه در خواب و رویا خودمون در اون خواب بیدار بشیم، بتوانیم ملاقاتی داشته باشیم با منهای عرفانی بالاترمون. من عرفانی که بالاتر قرار داره کاملا میتونه ظاهر بشه در دنیای امروزی ما و به نجات ما بیاد و ما او رو ببینیم. همچنان که مانی یک بار در سن 8 سالگی یا 9 سالگی، یه بارم در سن 24 5 سالگی بود که اون توم و اون من والای خودش رو، دوقلوی آسمانی خودش رو دید که از او خواست و او رو برد به درجات دیگر آسمان و او رو نشون داد درجات دیگر آسمان رو به او. و ما میتوانیم یک چنین کار رو بکنیم، همچنان که ما میتوانیم عیناً اون تمچاو رو یا اون پسترین من رو در واقع در زندگی کنونیمون ملاقات بکنیم که همون منهای شیطانی است با صورتهای کریه و زشت که خودمون هستیم. یه دفعه تو اتاق ببینی واسطه اونجا، یه دفعه داری تو پارک راه میری ببینی اون من اشراته، من اشراقی خودت با یه تیپ خیلی نظیفتر تمیزتر، اون چیزی که آرمانی است، ببینی داره راه میره جلو و باید با طرف بزنه از اون شعاها. احتمال دیدار با این منها به ترتیب در حکمت دورشاستر به این گونه است. اولین توم یا دوقلوی خوبی که ما میتونیم ببینیم بهش میگیم ایکا توم اشراته. ایکا توم اشراته همون در واقع یعنی مهمترین هاش رو میخوام بهتون بگم که سه تا نماینده اون دنیای اشراته داره که اونها منتظر چراغ سبزی هستن که ما از این دنیا بهشون نشون بدیم و اون منهای ما به زیارت ما میان برای که بتونن منهای دیگر رو مثل باد بزن جمع بکنن و همه رو بتونن حتی از تمچاف، هدفشون اینه که از ساعت 12 بیان از پشت ساعت 12، از پشت تمام این تمچاف ها رو جمع کنن، راجه ها رو جمع کنن، اشراته ها رو جمع کنن و همه برن بالا برسن به اون من اصلی که توم اشراته هستش و اونجا میشه که دیگه اون رها میشه و به سمت بیرون میره. امیدوارم که این لایو رو چند دفعه نگاه بکنید و اون فیلم رو هم ببینید تا کاملا متوجه بشید. شاید یک مقدار سنگین باشه برای بچه‌هایی که جدید است براشون این مباحث. پس اولین دوقلویی که ما میتونیم باش زیارت بکنیم و ببینیمش در دنیای واقعی و او دوست دارد که ما رو ببینه، در واقع خود منه، خود من و توست. هر کسی یک دوقلوی آسمانی از نظر دورشاستر داره. ایکا توم شراته، ایکا یعنی یک، همون یک، توم دوقلوس اشراته یعنی آگاه شده، به اشراق رسیده و او در واقع دوک اشرا رنج رو فهمیده، میدونه که زندگی رنجه و در واقع راس اشرا طریق رو فهمیده و سارا اشرا و به رهایی حقیقی رسیده. سارا اشرا، سارا یعنی رهایی، به سارا اشرا رسیده و چون به سارا اشرا رسیده میخواد ما رو هم به سمت سارا اشرا برسونه. اگر چراغ سبز بهش نشون بدیم بر ما ظاهر میشه، همچنان که بر مانی ظاهر شد، گرچون بعضی از فرقه های سیریک یا سمتیکی که در سوریه قرار دارن در مورد حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام هم یک توم یا توماسی در نظر دارند که دوقلوی داشته و حالا البته دوقلوی تمچاوی داشته که انشاءالله بخونین در کتاب ها هست این داستان، که اینها هم فرقه ای هستن که اینگونه فکر میکردن که یک تمچاو یا یک منی در واقع بدی نعوذ بالله داشته و گاهی در کودکی کارهایی کرده و خب البته او پدر آسمانی هم همان من آسمانی اوست. و این هم جالبه که این عقاید در واقع معنوی رو ما میتونیم توی متون آرامی تا حدودی در این فرق در واقع آرامیک یا سیریک هم ببینیم که همکنون هم برخی از اونها همچنان هستند. پس ایکا تو میشرته، داوا تو میشرته و سومی ساوا تو میشرته. سه تا از اینا از این نماینده ها هستن، همچون سه فرشته که خودمون هستیم در واقع، در اون بالا هستن که میتونن به ملاقات ما بیان و ما اونها رو میتوانیم ببینیم. و اما میتوانیم ما با کسانی هم که در عالم راج هستن دیدار بکنیم. ایکا پانی راج، در راج، در جهان راج که حالا من
امیدوارم که هممون توی راج باشیم، در واقع انسان به فهم میرسه، به اشراق و آگاهی نرسیده، به فهم رسیده، فهمیده، یعنی هنوز یک قدم مونده برسه. برای همین ایکا پانی، پانی یعنی فهم، و ایکا پانی راج یکی از این دو قلوهاست که ما میتونیم در همین دنیا باش ملاقات بکنیم. مشکلاتی همچون ما داره، زیاد تفاوتی نداره و تقریبا مثل خودمونه و در واقع همون بودای دیگه است. توی فیلم های علمی تخیلی دیدید دیگه، بعضی موقع یه نفری مثلا در جامعه موازی حرکت میکنه، مثلا سامی که الان اینجا هنوز تصمیم نگرفته این لایو رو بذاره و رفته بیرون داره قدم میزنه، الان هست. اون یک شعای جدا شده. اون سامی که الان تصمیم گرفته بره مثلا خانه پدر مادرش، اونم الان رفته خونه پدر مادرش و اون پدر مادری که سام رو دیدن توی شعای دیگه هستن. بحث در واقع میشه گفتش که اون ابعاد و جانای موازیه که خیلی شلوغ پلوغ میشه اگه بخوایم بریم توش. برای همینه که دورشاسترا میاد سه تا از اینا رو گزینش میکنه، ساوا، ساواتوم، در واقع گزینش میکنه این ساواتوم رو و در مورد اونا صحبت میکنه. ایکا پانی راج و داوا پانی راج و ساوا پانی راج از جهان خودمونن که ما میتونیم باشون ملاقات بکنیم و جالبه فقط از این جهت که اگه ببینیمشون شاید در شعاهای دیگه خودمون باشن. و اما خطرناکترین اونها دیدار با ایکا تمچاو، اولین شیطان خودمون که در پایین ترین مرحله است، که متاسفانه کسانی که وارد این نحله ها میشن بیشتر فراخوان میکنن این دو قلوهای شیطانی خودشون رو و به سمت اونها میرن. از نظر دورشاسترا هم ملاقات با اونها خوب نیست، ما باید حتی به اونها کمک بکنیم. یعنی اون کسی که در ایشراته قرار داره حتی نظرش اینه که اونها رو به خودش برداره بیاره بالا. ایکا تامچاو، داوا تامچاو و ساوا تامچاو، اینا تامچاو و خطرناک هستن. اینها در واقع میشه گفتش که در سر خودشون تش اسد، تش یعنی سر، تش اسد، در سرشون حقیقت ندارن، جهل دارن، دوب اسد، در قلبشون دلسنگی دارن، پور اسد، و شجاعت هم ندارن. آدم های اتفاق خیلی ضعیف و نفسی هستن که به سراغ در واقع شهوات و این مسائل میرن. خب در نهایت ما میبینیم که پس حکمت دورشاسترا یک بخشش در مورد این قضیه صحبت میکنه که چگونه ما این تصحیب رو انجام بدیم، چه تمرینات رو انجام بدیم تا بتونیم در واقع رویا بینی داشته باشیم و بتوانیم با منهای برتر خودمون، با منهای عرفانی خودمون ارتباط برقرار بکنیم و اونها رو بشناسیم و از جهتی چگونه حتی به منهای دیگه خودمون کمک بکنیم که اونها خودشون رو مثل باد بزن جمع بکنن و بیان بالا، اون دایره رو جمع بکنن و بعد رها بشیم و به ستماشکای خودمون برگردیم و بتونیم به اون در واقع ستکار یا به اون خداوند و به اون برسیم، در نهایت به اون وحدانیت برسیم و به گونه ای همچون همون فنافله شدن رو توی اون صحبت میکنه و جالب استش. اما خب زبان بسیار زیبا و جالبی است، تقریبا یک زبان دریافتی و درونگروهی و کانلانگ به اصطلاح زبان شناسی هستش که تخصصی برای این در واقع میشه گفتش که علوم طراحی شده و افراد با اون کار میکنن و در واقع میتونن بسیار بسیار نفع ببرن و لذت ببرن. در باب این که خب حالا زبان‌های دیگه هم خب میدونی که من درس میدم زبان‌های کلن کتاب‌های مقدس رو، حالا از زبان خدمت شما هست آرامی، یونانی، لاتین، عبری باستان و آرامی باستان، کوپتیک یا همون قبطی و زبان‌هایی که در واقع در کتاب مقدس رو باشون میخونم اونها رو هم ما درس میدیم. در سری زبان‌های سانسکریت، تبتی، از اون دست زبان‌ها اونها رو ما آموزش می‌دیم. زبان سومر باستان، پهلوی، اوستایی، زبان سرخپوستای آمریکای شمالی مثل لاکوتا، اوگلالاسو، زبان آمریکای جنوبی نواتل، مال آمریکای جنوبی که فیلم مل گیبسون اگه دیده باشین همون زبان رو من درس میدم و زبان هیروگلیف که خیلی مورد علاقه دوستان است و علاقه من هستن و بسیاری از زبان دیگه که من اونها رو لیست کردم. زبان معاصر رو هم درس بدیم، زبان روسی، انگلیسی، اسپانیایی، قزاقی، البته خب در سطوح مختلف، بعضی رو تا چند سطح من درس میدم، بعضی رو تا یک سطوح خاصی درس میدم
و برخی از زبانها رو از نظر زبانشناسی مورد بررسی قرار میدیم در کلاس و کار میکنیم. لیست اون زبانها هستش که شما میتونید ببینید. و در این حال چون بچه ها سوال کرده بودن در باب حکمت دورشاسترا، من صحبتهایی براتون در مورد دورشاسترا کردم، گرچه ارتباط با در واقع عناصر هم در دورشاسترا بسیار مهم هستش و اینکه در دورشاسترا آگاهی ما به عنوان همچون یک ستاره یا یک نقطه بسیار اتمیک و ریز داخل در واقع چشم سوم ما، نه در این قسمت، اگر در واقع چهار بند انگوش به داخل بریم و چهار بند انگوش از اینجا به داخل بریم، دقیقا همون چیزی که هندی ها میگن، در اونجا روح ما از نظر دورشاسترا قرار داره و یک ستاره یه که این ستاره باید به یک توازن برسه، از لاء این ستاره باید به توازن برسه، که البته از طریق شیوه کالبد اختری میتونیم در بیاریم این قضیه رو که آیا اون ستاره‌ای که باید از لاش درست باشه. حالا اینجا الان چون وقت نیست من میخوام در موردش صحبت کنم، ولی یک لایو دیگه ای در مورد این قضیه ان شاءالله بذارم بعدن، ما میتونیم از طریق شکل روح افراد رو از طریق از نظر در واقع حالا استراماری ساسانی پیران مغان و همچنین حکمت دورشاسترا میشه این رو به دست آورد که تقریبا بر اساس زایچه تولد و کالبد اختری که در میاریم مقایسه بکنیم با اون شکل اصلی که باید قرار داشته باشه اون ستاره و اضلاع اون، و اون رو منطبق بکنیم با کالبد اختری و متوجه میشیم که کدام یک از در واقع دورتاپ همون مثل گردونه ها، یا دورتاپ یعنی گردونه های درخشان، دورتاپ گردونه های درخشانی هستن در بدن ما که این گردونه های درخشان مثل این مدالی که من اینجا دارم در واقع احتمال داره که هر کدوم از اینا دوچار مشکل باشه، خیلی شباهت داره به همون چاکرا و در حکمت دورشاسترا دورتاپ یا دورتاپ هستش و این دورتاپ ها احتمال داره که دوچار مشکل باشن و ما میتونیم از طریق اون زایچه اختری و انطباق با اون بفهمیم که این ستاره این شخص در زمان تولد به چه گونه بوده و حالا باید چه اعمالی رو انجام بده در دورشاسترا که این رو درستش بکنه و صافش بکنه و بتونه روحش رو پاک بکنه. و خب وقتی این اتفاق میفته، وقتی اون ستاره در واقع شما روحتون یک ستاره است که در بدنتون و اونه که اون خوابا رو میبینه، اون شعاها رو داره و اونه که همه جای دیگه ظاهر میشه و در واقع حتی اون جن مادی نیستش و متریال نیست که ما بتونیم به دستش بگیریم یا به دستش بگیریم، یه چیز ماورایی و در واقع میشه گفتش که فراطبیعی است و به علم ما نمیگنجه، ولی ما میتونیم به تمثیل و استعاره ازش صحبت بکنیم از نظر دورشاسترا و میتونیم کاری بکنیم که این استاره، در واقع وقتی ما در مورد دورشاسترا صحبت میکنیم همان ستاره درخشان رو هم میگیم، جدا از اینکه حالا بحث ستاره دیگری است و اختر دیگری است که از آنجا این زبان و این حکمت به سراغ هر کسی میآید، اما صحبتی که میشه این هستش که این در واقع دورشاسترا درون خودمون است و این ابعاد این و این ستاره میتونه کج و معوج باشه و ما میتونیم با درست کردن این ستاره با منهای روحانی خودمون، با در واقع اشراته ها، اکاتوم اشراته، داواتوم اشراته و ساواتوم اشراته، انشاءالله دیدار بکنیم و اونا رو ببینیم از نظر حکمت دورشاسترا. خب بالاخره هر زبانی برای خودش یک داستانی داره و یک فرهنگی داره، همچنان که کسانی که زبان تبتی هم میان باز اونجا ما به صورت علمی در واقع و تاریخی بررسی میکنیم و نظریاتشون رو میگیم بدون اینکه سوگیری خاصی خودمون داشته باشیم. ما فقط راوی هستیم و قصد ما فقط این هستش که محقق هستیم و ما همیشه به عنوان یک محقق بررسی میکنیم عقاید و نظرات دیگران رو. زبان باستانی هم زیباییش همینه، زبانهای جادویی، زبانهای باستانی، زبانهای دریافتی، در اون گروهی کانلانگ، این زبانها، حالا زبان فرشتگان هم که مال جاندی و اینا هست که داستان جداگانه داره، بررسی کردن این زبانها به عنوان یک کس که محقق هست خوب زیباست، اینکه ببینیم آنها چگونه فکر میکنن، چگونه میاندیشن و در نهایت ما فقط راوی هستیم و کاری که انجام میدیم این هستش که بیایم عقاید دیگران رو مورد بررسی قرار بدهیم. امروز هم که تولد امام رضا هستش، امام رضا علیه السلام هستش، به همه دوستان عزیز تبریک میگم و یادم افتاد که اتفاقا سریال ولایت عشق رو
تلویزیون گذاشته بود که میدونی من کار تاریخی هم زیاد کردم و در سریال های تاریخی و خصوصا سریال های مذهبی من زیاد بازی کردم. نقش یاران حضرت علی رو داشتم با آقای رضا کیانیان، این افتخار داشتم که یکی از افتخارات من بازی کردم با ایشون بوده. با آقای محمد علی نجفی کارگردان سربداران با ایشون کار کردم که ما صحرای در واقع میشه گفتش که عاشورا و کربلا رو بازسازی کردیم با پدرم. چندین بار ما در واقع میشه گفت در سریال های مذهبی و تاریخی بازی کردیم و خیلی لذت بخش بوده. و امروز داشتم ولایت عشق رو میدیدم و امام رضا داشت با برمکیان بحث میکرد و یه سری بودایی آمده بودن با او بحث میکردن، برمکیان با او بحث میکردن، در واقع میشه گفت زرتشتیان داشتن با او بحث میکردن. و یکی از خصوصیات که ایشون داشتن این بودش که از تمام در واقع این حکمت ها و فقه انواع و اقسام فرق مختلف اطلاع داشتن و اگر میخواستن قضاوت کنن در بین اونها در اون زمان معمون، ایشون از طریق فقه خودشون در بینشون در واقع حکم میکردن و کمکشون میکردن. و حتی به جالب بود که به مسائل دینی اونها امام رضا علیه السلام جواب میدادن، چون دین اونها رو بهتر از خود آنها بلد بودند ایشون. و خب این هم یک الگوی بسیار زیبایی است برای کسانی که به الهیات و مطالعات در واقع میشه گفت زبان‌های باستانی و ادیان اینجور چیزا علاقه‌مند هستن. و امروز هم که خب تولد ایشون رو تبریک میگم خدمت همه دوستان عزیز، حالا ما هم که مشهد هستیم و در جوارشون هستیم. در نهایت دوستتون داریم بسیار زیاد، امیدوار هستم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه و بتونید این برنامه رو ببینید. شما رو به ایزد منان میسپرم، خوش و خندان باشید، شاد و سرحال باشید، منتظرتون هستم در کلاس ها. بسته آموزشی هم یادتون نره حتما تهیه بکنید تا اون ستاره بتونه درست بشه. و همچنین کتاب ها و در واقع جزوات و بالاخره کلاس ها در خدمتتون هستم. دوستتون دارم، خدا نگهدارتون.